ولی دختر خانم خیلی مشتاق بود که ببینتش و به من میگفت از پسره از ظاهری خوشش میاد. بعد از ملاقاتشون دختره به من پیام داد، گفت که نمیشه. تعجب کردم، خیلی تعجب کردم، پرسیدم چرا؟ فکر میکنین چی گفت؟ سلام، رضا هستم از کانال آلبالو. خیلی از افراد مهارت صحبت کردن و گفتگو رو در ایجاد روابط و تاثیرگذاری ها مهم میدونن، که البته هست، ولی زمانهایی هست که صحبت نکردن و سکوت کردن به اندازه بهترین، مکملترین صحبت میتونه کاربرد داشته باشه. تو این ویدیو قرار هست از مواردی که بهتر هست سکوت بکنیم تا برنده بشیم صحبت خواهیم کرد. کم حرف زدن و سکوت کردن در مواقعی میتونه یکی از تکنیک های سفید منیپولیشن باشه. اما وقتی جایی که کم حرف زدن و سکوت میتونه بسیار مفید باشه در رابطه های دو نفره عاطفی هست. زمانهایی که شخصی یا پارتنرت، هر کسی که باش توی رابطه هستی، احساس میکنه که فقط تو حرف میزنی، فقط تو میخوای ثابت کنی که درست میگی، البته شاید حتی حق با تو باشه، ولی سکوت رو بلد نیستی، با خودت این فکر رو میکنی که من هر چقدر این مسئله رو بخوام بیشتر توضیح بدم، شفافتر بکنم، پارتنرم من بیشتر میفهمه من چی میگم، و همین هم سبب میشه که من تاثیر داشته باشم رو طرفم، که فکر میکنی کلید طلایی مکالمه این هست که تو خوب بتونی توضیح بدی. اما در رابطه های خوب و سالم، شخص مقابل تو، فرض کنیم که من باشم، برای من کلید طلایی این هست که در یک مکالمه دو نفره به من چقدر اهمیت داده میشه. پس آن فاکتوری که روی طرف تاثیرگذار خواهد بود اهمیتی هست که به طرف میدی. طرف از خودش میپرسه پارتنرم چقدر من رو توی این مکالمه جدی میگیره، طرف چقدر به حرفای من اهمیت میده. اما وقتی که سکوت میکنی و با صبر به طرف مقابلت گوش میدی، اون تصویر بد از ذهن طرفت پاک میشه و میفهمه که بهش اهمیت میدی و حرفش رو گوش میکنی، و در اصل تو اون لحظه هست که شخص مقابل تحت تاثیر تو قرار میگیره. شما دوستان عزیز میتونین با سابسکرایب کردن کانال آلبالو و زدن زنگوله از جدیدترین ویدیوهای این کانال با خبر بشین. افراد که زیاد صحبت میکنن، متاسفانه در مورد مسائلی که اطلاعی ندارن یا حتی نباید صحبت بکنند و کم اطلاع هستند هم شروع میکنن به صحبت کردن. این اتفاقا زمانی رخ میده که شخص در اصل چیز زیادی برای ارائه کردن نداره. یه دوستی داشتیم که برای رفتن به سر قرار عاشقانه داشت آماده میشد، با من صحبت کرد. بعد دختر خانم رو هم من میشناختم، ولی این دوتا همدیگه رو از طریق اینترنت شناخته بودن و حضوری با هم ملاقاتی نداشتن. ولی دختر خانم خیلی مشتاق بود که ببینتش و به من میگفت از پسره از ظاهری خوشش میاد. بعد از ملاقاتشون دختره به من پیام داد، گفت که نمیشه. تعجب کردم، خیلی تعجب کردم، پرسیدم چرا؟ فکر میکنین چی گفت؟ گفت درونش خالیه، چیزی بارش نیست. پس زمانی که در موضوعی آگاهی کامل نداریم یا آگاه نیستیم، اگر سکوت کنیم یه چنین اتفاقی میتونه رخ نده. اما اگر این دوست ما کم حرف میزد و سکوت میکرد، اتفاقی هم نمیافتاد. یادتون باشه مردم اون چیزی رو که نمیبینند درست تصور میکنن. در سکوت بجا و وارد کاریزما و جذابیت وجود داره. مثل همین الان که من سکوت کردم شوخی میکنم، و خیلی بهتر از خالی نشان داده شدن هست، یعنی اینکه حرف بزنی و درونت خالی باشه و چیزی نداشته باشی. وقتی که کم حرف میزنیم یا سکوت میکنیم، افراد نزدیک یا آدمهای دور برمون به ما به چشم یه فرد آگاه نگاه میکنن. افرادی که روزه سکوت میگیرن، مانند استاد اوشو که گاهی برای طرفدارانش شاید هفته ها حرف نمیزد و فقط مینشست، ولی ابهت و ارزشی که داشت بیشتر میشد، که کمتر هم نمیشد. تحت تاثیر قرار دادن لزوما همیشه با کلمات و حرفا نیست. گاهی فقط یک تبسم ملایم با تایید سر و نگاه میتونه تأثیر یک ساعت منطق و فلسفه رو داشته باشه. جایگاه سکوت مشخص کننده و نادیده گرفتنی هست. روانشناس ها یک روشی دارند که ازش به نام سکوت تراپیستی یاد میکنن، که هدف این روش بیشتر برای دادن فرصت عمیق‌تر به بیمار یا مراجع برای باز کردن عمق صحبت هست. اما از این تکنیک سکوت کجا و چگونه میشه استفاده کرد؟
به عنوان مثال اگر پارتنر شما در حال بازگو کردن یکی از اتفاقات زندگی خودش به شما هست که از نظر شما این حادثه بار روانی خیلی سنگینی میتونسته داشته باشه، یه تراما هستش و خیلی بد بوده، ولی طرف سعی میکنه این رو خیلی راحت و انگار که مسئله مهمی نیست جلوه بده و توضیح بده، در مقابل شما برمیگردی میگی رضا این اتفاق رو امکان نداره که رو تو تأثیری نداشته باشه، و من میگم که هیچ تأثیری نداشته. نه، در مقابل جواب من، تو اگه سکوت بکنی، سکوتی که شاید 5 ثانیه 10 ثانیه حتی بعضی وقتا 30 ثانیه طول بکشه، وقتی من اون سکوت پارتنرم رو ببینم که سوال سختی پرسید و من جوابی دادم که اون جوابش نبود، تحت فشار قرار میگیرم تو اون 30 ثانیه، و در ابتدا نمیخواستم حرفی بزنم، بعدن شروع میکنم در رابطه با اون احساس نیازی که میکنم در مورد اون خلایی که وجود داشت در صحبتمون، یعنی چیزی رو نگفتم بخوام که صحبت بکنم. این روش میتونه برای زوجها یا دوستهای خوب خیلی تأثیر خوبی توی مشکلاتشون، توی حرفایی که میخوان نگن یا روشون نمیشه بگن میتونه داشته باشه، و طرف دلش رو بتونه برای طبیعتاً کسی که محرمش هستش، دکتر، پارتنر خوب، باز بکنه. در مورد بعدی میریم سراغ آدمایی که در مورد اهداف و آرمانها و آرزوهاشون زیاد حرف میزنن، و البته همین زیاد حرف زدن هم نتیجهش این میشه که کم عمل هستن یا کم عمل میکنن. افرادی که زیاد حرف میزنن معمولا عملگرا نیستن. سوال اینجاست، سوال مهمیه، این افراد برای اینکه فرد عملگرایی نیستن زیاد حرف میزنن، یا نه به خاطر اینکه زیاد حرف میزنن فرد عملگرا و واقع کاری نیستند؟ ببینید، به نظر من به احتمال زیاد مورد دوم درست است، یعنی به خاطر زیاد حرف زدن نمیتونن عملگرا باشن، فقط میگن که در آینده قرار این کارو بکنم، فلانی این کارو با ما من قرار انجام بدیم، فلان کار اینطوری شد. وقتی که میگن این حرفاشون رو و این اهدافشون رو بازگو میکنن، صحبت میکنن با دوستاشون، از لحاظ روانی یک حس رضایت و خوشنودی درشون دست میده و که دارن از آرزوهاشون میگن، طبیعتا سبب خرسندی میشه، و همین هم سبب میشه که برای عملگرایی انگیزه ای دیگه وجود نداشته باشه. این رو ما در ویدیوهای دیگه هم صحبت کردیم. به همین خاطر افرادی که کم حرف میزنن در مورد افرادشون، در زندگی عادیشون بیشتر تابع عملگرایی هستن. پس در مورد اهدافت و آرزوهات یا حرف نزن، سکوت کن، یا کم حرف بزن. خب، در نظر بگیرید که شخصی از شما سوالی کرده و جوابی که شما میدید سبب خواهد شد که اهمیت و ارزش شما بیشتر بشه تو اون جمع، تو اون مکان. سوالهایی که خیلی مهم هستن و تعیین کننده هستن رو باید با طمأنینه و سنگینی و صبر جواب داد. اجازه بدید طرف سوالش تموم بشه بدون اینکه ارتباط چشمی خودتون رو قطع بکنید. بعد از 10 تا 15 ثانیه فکر کردن میتونید به این سوال پاسخ بدید. حالا در نظر بگیرید همین سوال که از شما پرسیده شد رو پرسید دیگه یه بار، در نظر بگیرید که بدون درنگ با عجله شروع می‌کردید جواب میدادید. هر دو حالت رو در نظر بگیرید. کدوم موقعیت اطرافیان رو بیشتر تحت تأثیر قرار میداد و کدوم موقعیت طبیعتاً به سوالش ربط داره؟ کسی از من بپرسه اسم چیه دیگه 15 ثانیه صبر نمی‌کنم بگم رضاست. ولی اونی که بیشتر طول می‌کشه با طمأنینه جواب درستی هستش، و همیشه اون 5 ثانیه 10 ثانیه میتونه ابهت جواب رو هم بالا. همیشه بهمون یاد دادن که توی زندگی اسراف کردن کار درستی نیست، تو همه چیز، توی محبت و عشق هم حتی. وقتی با کسی وارد صحبت میشی تو این موقعیت هم اینطوریه، یعنی هر چقدر از کلمات و جملات طولانی استفاده کنی برای طرف مقابل کمتر جلوه میکنی. یاد گرفتن به پاسخگویی یا صحبت با کمترین و سنگینترین کلمات و جملات بیشترین تاثیرگذاری رو خواهد داشت. این تجربه سنگین رو از من به یادگار داشته باشین اگه میخواین مهاجرت بکنید یا در کشورهای خارجی کار پیدا بکنید. من یادم هستش که حدود 3-4 سال پیش بود، من از یک شرکت خوب، یک شرکت تکنولوژی، مایکروسافت، به من زنگ زدن، اپلای کرده بودم برای شغل، به من زنگ زدن، باهاشون صحبت کردم. یه خانومی بود، خانم
از صداش معلوم بود که خانمی هستش که مثلا شاید تجربه زیادی در این کار داشت، مصاحبه گرفتن و اینا. دو سه تا سوال از من پرسید، من کمی استرس داشتم و یک جایی یک سوالی رو پرسید، من فکر کنم یه دقیقه توضیح دادم. دوباره یه سوال دیگه پرسید، من یه دقیقه دیگه توضیح دادم. نهایتا حرفم رو قطع کرد و با نسبتا عصبانیت و با مهربانی خاصی برگشت، گفت معلوم آدم خوبی هستی، ولی یک تکنیکی رو بهت میگم، هیچ وقت فراموش نکن زمانی که دارم باهات صحبت میکنم برای استخدام یا مصاحبه 30 ثانیه گوش میدم بهت، 30 ثانیه بعد هر چی میگی گوش نمیگن، چون اگه بلد باشی تو 30 ثانیه باید جواب بدیم. این هم واقعا درست هستش. خب پس ببینید، اسراف نکردن در کلمات و کمگویی کردن، گزیده گویی کردن چقدر مهم هستش. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً کامنت بکنید شما در کجاها سکوت رو ترجیح میدین به حرف زدن، و اینکه جاتون اینجاست. دوستتون دارم.